سلام عزیزان، در ادامه آموزش 0 تا 100 فتوشاپ توی این جلسه من ارشک از کانال گرافیک 21 یوتیوب میخوام در رابطه با خطوط کمکی یا گرید براتون صحبت بکنم. من اینجا یک داکیومنت ایجاد کردم با مشخصات 4K، ابعاد کار رو دارید میبینید به پیکسل و رزولوشن 72. حالا میخوام با استفاده از خطوط کمکی تقسیم بندی کنم صفحمو. وارد منوی ویو میشم، شو گرید. همونطور که میبینید تیکش نخورده، من تیکش رو میزنم و توی صفحه یه سری خطوط میاد که بعضیاش یه مقدار پررنگ تره، بعضیاش نه، یه مقدار شفافتر و کم رنگ تر دیده میشه. در واقع این چیزی که شما میبینید نه تو چاپ میاد، نه تو خروجیتون اگه برای مثلا اینستاگرام، وبسایت یا شبکه‌های اجتماعی میخوان یه خروجی بگیرید. اینا فقط خطوط کمکی هستن که برای طراحی یا ادیت به شما کمک میکنن. در واقع هر دستوری رو که شما تو منوی ویو میزنید و یه سری تغییرات تو صفحه میبینید، بعدها ما حالا مثلا با گادلاین آشنا میشیم، سمارت گادلاین یا اسلایس اینا آشنا میشیم. هر دستوری که تو منوی ویو میزنید تغییراتی میبینید فقط برای نمایشه، یعنی نه تو چاپ میاد نه تو خروجیتون. خب حالا من اگه بخوام توی این کار یه مقدار ادیت انجام بدم رو خطوط کمکی کجا باید برم؟ وارد منوی ادیت میشم که همون تنظیمات ما هست، جنرال هم بزنید میاد. اینجا هم میتونید از طریق گاید گرید اسلایس اون صفحه رو بیارید. همونطور که میبینید یه پنجره باز شد. اگه من جنرال رو هم میزدم میومد اینجا، بعد میومدم این تب رو میزدم. خب این قسمت شما گرید رو دارید، میتونید تنظیمات گریدتون رو تغییر بدید. اینجا خب میتونید رنگی بهش بدید. الان میبینید که رنگ گرید هاتون توسی هست، میتونید رنگش رو عوض بکنید. به صورت خط صاف دیده میشه، شما میتونید به صورت خطچین بیارید گریداتون رو. حالا من اینا رو تغییر نمیدم. چیزی که خیلی مهمه این قسمت هست، البته ما الان به صورت پیکسل آوردیم صفحمون رو، اینجا به سانتی متر به ما داده. در واقع اینجا میگه تو هر 2 سانتی متر یک مربع بزرگ به شما بده که 4 تا مربع کوچیک توش دیده بشه. من اینو کنسل میکنم، یه بار نزدیک کارو زوم میکنم ببینید. ببینید میگه تو هر 2 سانتی متر یک مربع بزرگ که توش 4 تا مربع کوچیک دیده بشه. یعنی اگه من واحدم رو تبدیل به سانتی متر بکنم، همونطور که میبینید 2 سانتی متر در 2 سانتی متر تو خطکش داره به شما نشون میده. پس این 2 سانتی متر در 2 سانتی متره و هر کدوم از اینا نیم سانت جدا کرده صفحه شطرنجیمونو. خب اگه من بخوام بکنمش 1 سانت 1 سانت، میتونم برم این قسمت رو بزنم و بگم به جایی که اینا نیم سانت باشن، تو هر مربع به من 2 تا بده. اگر اوکی بکنم میبینید این 2 سانت مربع 2 سانت بزرگمون حفظ شد، ولی مربعهای داخلیش 1 سانت 1 سانت شدن. میتونم بیام کارو از عقب ببینم، همچین شکلی شد. من میتونم برگردم تو حالت پیکسل، اینجا بیام 2 مرتبه تنظیمات گرید دیگه اینجا سانتی متر نکنم، بکنمش پیکسل. میبینید دیگه به صورت پیکسل تغییر کرد. حالا من میتونم بگم هر مربع من مثلا 400 پیکسل باشه، به جایی که توش 2 تا باشه مثلا 4 تا باشه. الان شما چی میبینید؟ این 400 پیکسله و مربعای 100 پیکسلی توش ایجاد کردم من. میتونستم بگم 800 پیکسل باشه،
میبینید که مربعهای بزرگم بزرگتر شد. اینم بکنم 8 تا. بازم همون اندازه‌ای که میخوام، یعنی 100 پیکسل 100 پیکسل جداشون بکنم. پس شما میتونید مربعهای بزرگتون رو اینجا ابعادش رو مشخص بکنید و تعداد مربعهایی که داخل هر مربع بزرگ هست تو طول و عرض میتونید این قسمت مشخص بکنید. من اینجا همون 400 پیکسل در 400 پیکسل انتخاب میکنم. اینا رو هم میگم 4 تا به من بده که هر کدوم 100 پیکسل باشه. میتونم رنگش هم تغییر بدم، میتونم هم از اینجا تغییر بدم، فرق نمیکنه. همین توسی من اوکی میکنم کار رو. بهتره که دوستان حالت اسنپ هم روشن بکنید، یعنی این قسمت اسنپتون هم روشن باشه. اینجا اسنپ تو گرید حتما تیک خورده باشه که حالت چسبندگی داشته باشه. مثلا اگه من خواستم یک رکتنگل بکشم اینجا با شیپ، بتونم قشنگ بچسبم به گریدامون. به این حالت به صورت دقیق من کشیدم. حالا دیگه مثلا میتونیم استروک رو تغییر بدیم. میتونیم سایزش رو تغییر بدیم. رنگ داخل رو تغییر بدیم. به این شکل. یا اگه مثلا یک دایره خواستیم بکشیم، کاملا میچسبه به لبه های کار. میتونم لایه‌ام رو بردارم ببرم داخل. میتونم از این یه دوپلیکیت بگیرم. دیگه ابعادو میدونیم، این 400 پیکسل در 400 پیکسل. میتونم این لینک رو برقرار بکنم و اینو بکنم 200 پیکسل. وقتی حرکتش میدم کاملا میاد به این چارچوب میچسبه. پس به این حالت شما میتونید از این حالا میتونید تصاویری رو وارد بکنید. مثلا من بیام با select rectangle، اینا رو دیگه تو مارک تولا ما یاد گرفتیم دیگه. اینجا یک کلیک و درگ بکنم یک مربع، یعنی 1200 پیکسل در 1200 پیکسل تقریبا. اونجا دارید میبینید عددش رو. مهم نیست چقدر باشه، جاش رو مشخص میکنم و از اینجا با ابزار موو اینو میبرم توی پوسترم. اینجا رها میکنم. اینجا میتونم با یه کنترل تی ببرم تو هر چارچوبی که میخوام، با همون 400 پیکسل در 400 پیکسل با یه کلیک و درگ مثلا قرارش بدم. این کاملا اسنپه و میچسبه به اون 400 در 400 پیکسل. به این شکل. به مرتبه بیام تو این تصویر، ابزار سلکت رو انتخاب بکنم، بیام رو این یکی و با ابزار موو اینو ببرم تو پوسترم. مثلا بیارم این بالا، یه کنترل تی بزنم، اینو اون دفعه 800 در 800 بگیرم. بیارم روی این یکی و همینطور. پس این خطوط شطرنجی به ما میتونن خیلی کمک بکنن توی کارایی به این شکل. حتی حتما نباید تو مربع بزرگا قرارش بدیم. مثلا من میتونم با مربع کوچیکا ستش بکنم. الان 600 در 600 کار کردم.
میتونید با این بلاک ها فاصله ها رو مشخص بکنید که مثلا فاصله ها چقدر باشه با تکست از بالا پایین یا مثلا این. طبیعیه که من اگه بخوام اینجا یک پرینت پریویو بگیرم میبینید که هیچ کدوم از گریدا تو پرینت پریویو من نیومده. من اینو کنسل میکنم. در نهایت هم که کارتون تموم میشه میتونید توی همون مسیری که رفتین اکتیوش کردین اون تیکش رو بردارید و به این حالت کارتون رو ادامه بدید. توی درس جلسه بعدی هم من از پوستر کلکترال بیوتی استفاده می کنم و تصاویر خانم جولیت بینوش رو توی این پروژه براتون اجرا می کنم. تمرین بکنید که توی جلسه آینده بتونیم به کمک گرید ها و فریم چیزایی که تا به امروز آموزش دیدیم یه همچین کاری رو اجرا بکنیم با هم دیگه. تا جلسه آینده قربون همگی، خدا نگهدار.